پس ما عملا ثابت کردیم، جهان باید عمل کردی مرا ببینه. شما در جریان هستی، در عصر حاضر از داعش همه جهان به تکلیف بود یا نه؟ اینجا 50 کشورها و چند لک نیروی داخلی که بود داعش کنترل کردن نتانست، حتی مرکزها و ولسوالیها دست داشته بود داشت. و امروز به تمام افغانستان به یک گز زمین ادعا کردن نمیتانه که او بگوی که زیر تسلط ما هست. در سالهای گذشته شما شاهد حال هستی که چند صد به تعداد چند صد از خانم ها خودکشی میکردن. علی در تمام سال چی احصایه داری؟ ما خود علی از دو سی چار جات نشینیدیم. در باره دفع ضرر ما الحمدلله 100% موفق شدیم. با کشورهایی که 20 سال در جنگ بودیم با او هم با مذاکره و با مفاهمه بسیار مشکلات حل کردیم. و سوال اخیر که برادر کرد که سفرهای خود به چه اندازه مطمئن هستی؟ برادر قند، در دیپلماسی دو چیز اعتبار داره. یک دفع ضرر میگه، یک جلب منافع میگه. درباره دفع ضرر ما الحمدلله 100% موفق شدیم. با کشورهایی که 20 سال در جنگ بودیم با او هم با مذاکره و با مفاهمه بسیار مشکلات حل کردیم. در 12 ماه گذشته، در سال گذشته الحمدلله از بیرون به هیچ مشکل و خطری و ضرری کلان روبرو نشدیم. و درباره جلب منافع مثل که پیش گفتیم، هم الحمدلله در عرصه تجارت، هم در عرصه مسافرین افغانستان دستاوردهای بسیار خوب داریم. این همه حقوق بشر است. در سالهای گذشته شما شاهد حال هستی که چند صد به تعداد چند صد از خانم ها خودکشی میکردن. علی در تمام سال چی احصایه داری؟ ما خود علی از دو سی چار جات نشینیدیم. همه حقوق بشر است. هیچ کس در تمام افغانستان، هیچ کس نمیتونه که به کدام خواهر نظری بده بکنه. این همی حقوق بشر است. و مثلا تنها در وزارت معارف ما 92,000 خواهرها داریم که اونجا خدمت میکنه. تنها در وزارت صحت عامه 14,000 هست که خدمت میکنه. و کسانی که خواهرایی که به دفتر آمده نمیتانه با خانهش تنخواه روان میشه قطع نشده. این همی حقوقشان است. حقوقش همی است که نه شوهرش کشته میشه، نه پسرش کشته میشه، نه پدرش کشته میشه، نه کس در بازار و در کوچه و در رفت آمد اذیت داده میتانه. این همی حقوق بشر است برادر. و در باره قطع روابط با گروه هایی که خطر به دنیا متوجه کرده میتانه، شما در جریان هستی، در عصر حاضر از داعش همه جهان به تکلیف بود یا نه؟ اینجا 50 کشورها و چند لک نیروی داخلی که بود داعش کنترل کردن نتانست، حتی مرکزها و ولسوالیها دست داشته بود داشت. و امروز به تمام افغانستان با یک گز زمین ادعا کردن نمیتانه که او بگوی که زیر تسلط ما هست. پس قطع رابطه چطور باشه؟ وقتی که مقابله میکنی، قربانی هم میتی، خون هم میتی، یه مهم است. خود از قطع رابطه بالاتر است.
در 12 ماه گذشته هیچ فردی یا هیچ گروهی نتانسته که زمین افغانستان به ضد کدام کشور استعمال بکنه. فقط یک دو واقعه رخ داد بسیار خرد و هم ناکام به استقامت تاجیکستان و ازبکستان، همه عاملی نشان کشته یا گرفتار شد. چه که توجه فوری و کامیاب. پس ما عملا ثابت کردیم، جهان باید عمل کردی ما را ببینه. ما بار بار پیشنهاد کردیم که از برای خدا افغانستان و حکومت فعلی افغانستان را از چشمهای دشمنان و از چشمهای بعضی رسانه های مغرض نبین. حقیقت ببین، حقیقت نظر کو. وقتی که مردم میگه که امنیت است، وقتی که مردم میگه که از ما حق ما به ما داده شده، وقتی که مشکل در داخل نباشه و کس دعوا داره که نه هست، وقتی که زمین افغانستان به ضد و به ضرر کس استعمال نشده باشه، این همی بهترین ثبوت است. پس عمل ضرور است. ما در این همی عرصه هم الحمدلله موفق هستیم. درباره مهاجرین، در هر جایی که هر تکلیف برایشان رسیده ما پرسانش کردیم، هم از طریق سفارتخانه ها و هم از طریق مرکز. حتی چند وقت پیش که واقعا رخ داد در ایران، متاسفانه که اونجا هم یک افغان دیگه افغانا را شهید کرده. جسدهایشان بسیار با عزت و اکرام از طریق نیمروز و به نیمروز تیاره ها روان کردیم و به خانه هایشان در تیاره دروازه ایشان رساندیم. یک خدمت بزرگ است که شده. و هر جایی که به هر مشکل روبرو شده با ایران مذاکرات کردیم و داریم، سفرها کردیم و داریم، با پاکستان مذاکرات کردیم، با نهادهای ملل متحد مذاکرات داشتیم و میکنیم و الحمدلله تا بسیار جای موفق هستیم. یعنی فعلا در کشورهای اکثر کشورها، خصوصا کشورهایی که به میلیون ها مهاجر اونجا زندگی میکنه، وضعیت از سابق خوب است. کدام واقعات دلخراش نشنیدیم. یه دیپلماسی کامیاب دیپلماسی است که نتیجه داده و در آینده هم کوشش میکنیم، چون که هموطنای ما است، برادرای ما است، خواهرای ما است، سر ما حق داره. و سوال اخیر که برادر کرد که سفرای خود به چه اندازه مطمئن هستی؟ برادر قند، در دیپلماسی دو چیز اعتبار داره. یک دفع ضرر میگه، یک جلب منافع میگه. درباره دفع ضرر ما الحمدلله 100% موفق شدیم. با کشورهایی که 20 سال در جنگ بودیم، با او هم با مذاکره و با مفاهمه بسیار مشکلات حل کردیم. در 12 ماه گذشته، در سال گذشته الحمدلله از بیرون با هیچ مشکل و خطر و ضرری کلان روبرو نشدیم. و درباره جلب منافع مثل که پیش گفتیم، هم الحمدلله در عرصه تجارت، هم در عرصه مسافرین افغانستان دستاوردهای بسیار خوب داریم. و هم الحمدلله امروز امارت اسلامی افغانستان در جهان پشتیوانه و حمایتی داره که از دیگه کشورها است که وقتی که به ما ضرر میرسه اونها صدای خود بلند میکنه. این همین نتیجه سفرها است. و شما در جریان هستی که پیش از یک سال افغانستان با کشورهای، خصوصا با کشورهای همسایه و منطقه، با همه مشکلات داشت، ولی با یکشان مشکل نداریم. هیچ تجار ما شکایت نداره که ما از خاطر پالیسی حکومت و پلان کشور رفته نمیتانیم، یا تجارت ما کدام جای متوقف شده،
یا ویزا به ما نرسیده یا دیگه مشکل رو برو هستیم. این همی نتیجه و برکت سفرها و دیپلماسی هست که علی الحمدلله بسیار دستاوردهای خوب داریم. ولی این یک واقعیت است، کشورهایی که 50 کشورهایی که 20 سال اینجا جنگ کرده، حالی باید یک توقع نداشته باشیم که همه سر ما ایتون مهربان باشه که همه شما ما و شما را گل گلزار کنه. ولی هسته هسته پیش میریم، پیغام های خوب دادیم، امید هست که دستاوردهای آینده هم داشته باشیم. تشکر. تشکر پژواک خبری آژانس. عبدالعزیزی هستم از آژانس خبری پژواک. متقی صاحب، پیشتر شما در قسمت نقض هوایی افغانستان گفتین. بله. پیشتر شما در مورد نقض حریم هوایی افغانستان توسط کشورهای مختلف گفتین که خلاف قوانین بین المللی و نقض توافقنامه دوحه هست. ما میخوایم بپرسم که اگر باز هم از سوی امریکا یا کشور دیگه حریم هوایی افغانستان نقض شوه، حکومت امارات اسلامی چی ابزاری در دست داره که علیه از او کشور استفاده بکنه؟ تشکر. سحر افغانستان. سلام و احترامات. من یک سوال داشتم در مورد رابطه افغانستان با دیگر کشورها. شما میشه برای ما بگویین که چند سفارت از دیگر کشورها در افغانستان فعال و در جریان کار است و از افغانستان چند سفارت در دیگر کشورها فعال و در حال کار میباشد؟ تشکر. تشکر. سلام وطندار. در برای نقص حریم ما چی کرده میتونیم؟ ما الحمدلله در این عرصه برتری اخلاقی داریم. وقتی که توافقنامه دوحه امضا شد، تماما مسئولیت هایی که به طرف امارت اسلامی افغانستان متوجه بود، همه مسئولیت های خود ادا کرده. 14 ماه برای شان وقت داده بودیم که قوت های خود از افغانستان بیرون کنه. در این همی 14 ماه اونها را هیچ ضرر نرسیده، چون که توافق و عهد کرده بودیم با او استاد شدیم و وعده کرده بودیم که زمین افغانستان، خاک افغانستان بزید اونها استعمال نمیشه تا بال استعمال نشده. ولی طرف مقابل که وعده کرده بود که در امور افغانستان هیچ مداخله نمیکنه، یک وعده کرده بود که همه اسیرای امارت اسلامی افغانستان از همه زندانیان را آزاد میکنه، ولی اون 5000 که آزاد شد دیگر را نتانست که آزاد بکنه. و در توافقنامه وعده سپرده بود که در عمران آبادی افغانستان سهم میگیره. متاسفانه نه تنها سهم نگرفت، بلکه تحریم ها را وضع کرد. درباره نقض حریم افغانستان، ما از طریق چینل های دیپلماتیک هم کوشش میکنیم، با اونها هم صدا میکنیم، با کشورهای جهان هم صدا میکنیم که سرش فشار آورده شوه و بعد از این حریم افغانستان نقض نشوه. و همچنان بار بار گفتیم و باز میگم که افشارهای ناکام که در 20 سال گذشته تجربه شد باز تجربه نکنه. بشار هیچ نتیجه نمیده. بیا که با یک دیگه همکار شویم، بیا که با یک دیگه تعلقات سیاسی و اقتصادی داشته باشیم. ولی ما امیدوار هستیم که بالاخره ایالات متحده امریکا و مسئولینشان هم به این نتیجه برسه که نقض تحریم ها کدام فایده نمی کنه. و سوالی دوم هم به ارتباط بود، ما با همه کشورها که در تماس هستیم
با همه گفته ما میگویم که وقتی که خاک افغانستان به ضرر شما استعمال نمیشه، از همه تقاضا میکنیم که خاکشان هم به ضرر ما استعمال نشوه. یه چیزا هم در مجالس خصوصی و سفرها گفتیم و میگویم و همه از طریق شما و رسانه ها این همی پیغام دادیم و میتیم. سوال دیگه که برادر کرد که در کابل کدام کدام سفارتخانه ها باز شده، پیلا در کابل سفارت ایران، سفارت پاکستان، قطر، چین، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان یه باز است و همچنان بعد از یک وقفه سفارتخانه های متحده عرب امارات، سعودی عربستان، هند، ترکیه یه هم باز است و فعالیت میکنه و مثل که پیش گفتیم تا حال با پاکستان، ایران، قرغیزستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، قطر این همه کشورها دیپلومات های نو هم مقرر کردیم و در بسیاری از کشورها که دیپلومات های نو نرفته هم همکاری هست و هم اطاعت میکنه. در این باره الحمدلله با کدام مشکلی کلان رو برونی هستم. بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان، حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان، حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان، حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان، روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاصی کاملشان باشد به مهر و شفقت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت، در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم، در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم، روزی شوی تو آباد آزاده میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من، شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون.